اینجا شفاخانه ولایت تخار است که اکثر باشندگان به دلیل اقتصاد ضعیف جهت تداوی و درمان به اینجا مراجعه میکنند. مسئولان این شفاخانه میگویند روزانه بیش از 1000 مریض با آنان مراجعه میکنند که اکثر مراجعین به بیماری های طرق تنفسی و فصلی مواجه هستند. شفاخانه ولایتی تخار روزانه بیشتر از 1000 مراجعین داره. بیشتر از 50% از این مریضای طرق تنفسی یا مریضای موسمی می باشه. به گفته مسئولان شفاخانه ولایتی تخار با افزایش بیماری های موسمی با کمبود دارو روبرو نیستند و 90% داروی مریضان را تامین کرده می توانند. انشاءالله هیچ مشکلات در سی دوا برای مریضا نیست. مریض تقریبا 90-95% دوای خود را از شفاخانه ولایتی، البته از استاک خود شفاخانه برشان داده می شود. مریضداران و باشندگان تخار می گویند بیشتر افراد و مریضانی که به شفاخانه مراجعه می کنند وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و از مسئولان صحت عامه خواهان تدابیر خوبتر هستند. یکی دو هفته ما شاهد سردترین شبها و روزهایی بودیم در تخار، مخصوصا در چندین ولایت، اما در این فصل سرما امراض گوناگونی متاسفانه که بیشتر شده تخار. یه شروع دیده یه جای خوارم است، دیجا عملیت کرده گستیم. مثلا خوب است دیگه، مدرد هم خوب است، عملیت هم خوب گذاشته. دیگه 2000 خونم دیگه یک مسلمانات جمع کرده، همه قوامه همه خشه همه میتازن. روز از کجا بستر است، بچه ما دوالاتی که ما بود. حالی فضل خدا خوب است، دوا از بیرون نخریدیم، وضعیتش خوب است، دکتر شب بود رسیدگی میکنه. پیش از این یک هیئت از مرکز به منظور بررسی چالش های این شفاخانه به تخار آمده و وعده کرده بود که شفاخانه دولتی تخار را از 150 بستر به 200 بستر ارتقا می دهند.